سلام و درود مجدد. کاراکتر ما به این قسمت رسیدیم که یه مقدار انیمیتش کردیم که رو به بالا پرید همچین شکلی و الان یک سری بک‌گراند ها هم براش پیدا کردیم توی جلسه قبلی و این بک‌گراند ها رو میخوام بیارم توی انیمیشن و ازشون استفاده کنم و یه حس خوبی رو انتقال بدم. خب من میرم سراغ اول ابرها. توی این جلسه میخوام با ابرها کار کنم یکم و این ابرها رو میارم. من شروع میکنم و این ابرها رو میندازم داخل نرم افزار همینجوری که میبینید. من استایل رو خاموش میکنم، فعلا با استایل کاری ندارم، نرم افزار بهتر بتونم ببینم. ابرها رو با هم دیگه میتونم سلکتشون کنم و کوچیکشون کنم. خب به این شکل اینجوری بهتره. میبرم بالاتر اینجا یک مقدار اینا رو خب شلخته میکنم طبیعتا. خب به این شکل شلخته بشه. من این ابرها رو اینجوری شلخته کردم و میبینید که به این حالت در اومده. خب این ابرها که الان شلخته شدن، بذارید ببینم، 5 تا ابر و اینجا هم 5 تا لایه داریم. اینا که به همین شکلی که میبینید شلخته شدن، به این صورت الان وقتی کاراکتر ما میاد اینجا و توی جای خودش درست خودش قرار میگیره، مثلا اینجا، توی این حالت من ابرها رو دونه دونه میارم از کنار کاراکتر خودم با یک سرعت کمی رد میکنم که انگار که کاراکتر من داره میره بالا. ببینید، نمیخواد کاراکترتون رو ببرید کل صحنه بچرخونید، نمیخواد این حرکت کنه از بین ابرها بعد بره به ماه برسه، بعد بره به فضاپیما برسه، بعد بره به هر چیزی برسه. خب این فقط که کافیه که ابرها رو بیاریم جلوت کنیم. من یه چیزی که فراموش کردم اینه که بهتره که اول بک‌گراند رو بیاریم و اضافه کنیم. بذارید ببینم بک‌گراند اصلی من کجا بود. بک‌گراندی که من برای کاراکترم در نظر، برای این انیمیشن در نظر گرفته بودم توی این قسمت. خب من میام اول بک‌گراند رو میسازم براش توی این جلسه و توی جلسه بعد ابرها رو اوکی میکنم. بک‌گراند رو چطوری بسازم؟ میام اینجا بک‌گراند رو میگیرم میدازم داخل نرم افزار. خب سایز بک‌گراند الان خب همجوری که میبینید خیلی بزرگ، اصلا نیاز نداره. آخ ببخشید، من توی فریم بیشتری بود، توی یک نبودم. خب اینجا میام این بک‌گراند رو سایزش رو سایز دلخواه خودم قرار میدم. بذارید سایزش اندازی سایز صفحه بشه، حالا یکم بزرگتر بشه، جای دوری نمیده. خب طبیعتاً کاراکتر من باید بالاتر از این بک‌گراند قرار بگیره، یعنی هر چیزی که من در مورد بک‌گراند دارم کار میکنم باید بالاتر از، بذارید ببینم، نه این ابره، این فکر میکنم یکی از این لایه هاست، بذارید آها اینه، میارمش این پایین. خب ترجیحاً حالا سعی میکنم که اول رندر بگیرم ببینم همه چیز درسته. بله کاراکتر من سر جای درست خودشه و دوربین رو یک مقدار میارم عقبتر، اینجا بهتره. بعد این بک‌گراندمو که الان روشم یه مقدار میارم پایین تر. من نمیخوام که انگار که لبه تصویر باشه کاراکتر من، همینجا جای خوبیه. خب حالا من اول تصویرمو میسازم توی جلسات، بعد سعی میکنم سایه هم براش ایجاد کنم اگر نیاز بود. من چه رنگات اینو میگیرم. خب حالا چیزی که نیاز داریم اینه که اول من یک بک بزنم، این تصویر رو باز میکنم. میگه با چی؟ خب با نرم افزار با همین بازش کن، ما این تصویر رو ببینیم و طبق این صحنمون رو بچینیم. حالا اگر ناز کردنش تمام بشه تصویرمون باز کنه. خب میریم داخل این فایل ببینیم چیا داریم. به ترتیب این درختچه هست، یه حالت کاکتوس داره، کنار این سنگه قرار گرفته. اینو باید ببرم بذارم کنار این سنگه. ببینید سایزشو مناسب قرار میدم، میارم بذارمش کنار این سنگه. خب دوباره میام توی این تصویرم. خب و همچنین اینجا میگم این شاخ و برگه کجاست، این کوچولوه اینجا تقریبا میتونه بره پشت کاراکتر من. خب کجا؟ پشت کاراکتر من. کوچیک میکنم بره پشت کاراکترم. اینجا جای مناسبیه. خب بعدش
این یکی کاکتوس ببینم کجاست. این کاکتوسی به این شکله میره پشت این سنگه. من از اول سنگه رو باید بیارم، درسته؟ سنگه رو دارم اینجا، ندارم. این سنگ رو اصلا خروجی نگرفتیم، احتمالا دیگه نیاز ندیدیم این سنگ رو خروجی بگیریم. خب من میذارمش همینجا سر جاش، حالا اگرم سنگ نبود جای دوری نمیره. خب چرا سنگ اینجاست؟ من این سنگ رو چرا ندیدم؟ خب میذارمش کنار این سنگ، این سنگ کوچیک بغل شما خروجی نگرفتیم، میذارم اینجا باشه. خب به همین سادگی. حالا میام دلیلشو بهتون میگم چرا اینجوری میچینم صحنه رو. خب یکی از دلایلی که این کارو انجام میدیم برای اینی که بعضی جاهای یه سری چیزا باید بیاد روی کاراکترمون، یه سری چیزا بیاد زیر کار، بره زیر کاراکترمون. خب اگر همینجوری بخواید تصویر رو بیارید، نمیتونی کاراکترتون بین اینا حرکت کنه. حالا ما تو این تصویر شاید نیازم نداشته باشیم، ولی گفتم که بدونید نمیتونید همینجوری صرفا این تصویر رو بگیرید بکشید کلی بیارید داخل نظر. بهتره لایه‌ها رو از هم جدا کنید و سپریت شده بیارید اینها رو. این نکاتیه که ترجیحاً میگم که بدونید. خب این رفته پشت یه سنگ، این سنگ رو من ببینم دارم اینجا. خب نه سنگ که ندارم، میذارمش کنار همون کاکتوسه، اینجا باشه بهتره. مثلا میگم این جلوی این سنگ است. خب بذارید ببینم دیگه چی داریم. اینجا یه دونه از این بوت‌ها داریم، بوت‌های پر پیمون و خفن. این کنار این سنگ است، این طرفش اینجاست یه جورایی. خب الان یک بار تصویر رو با کنترل آر چک کنیم ببینیم آره داره شکل میگیره. خب من میخوام یک بررسی دوباره کنم ببینم یه نسخه از این دیگه داریم پشت این یکی سنگه. خب بذارید ببینم اصلا تو تصویر من ما اصلا این سنگو داریم. نه این پشتش دیگه پس نمیتونه بره. این یکی از همون کارهایی که بهتون گفتم، منظورم خواستم بهتون برسونم همینه. حالا من اینو فعلا میذارمش جلوش، ولی بدونید داستانی که دارم براتون تعریف کنم به خاطر همینه. یه سری جاها ما نیاز داریم مثل چیزا روزی رو روی همدیگه قرار بگیرن که مثلا یه حالا توی انیمیت کردن خیلی کمک کنه. این درختم میارم من، مثلا درخت الان باید پشت کاراکتر من باشه، امکان داره من ترجیح بدم روی کاراکتر من بیفته. این درخت اون دوره و ببینم چیز دیگه هست، اون سنگم هست که سنگم باید بیفته روش بعدن. خب این درخت رو من میبرم اون عقبا، میشه تقریبا یه ذره این ورتر از این سنگه و کوچیکم از سایزش، میبرم کوچیکش کنم بره اینجا قرار بگیره. عقب 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 عقب، اینجا احساس میکنم جای خوبیه. و حالا بذارید ببینم سایزش، بله سایزش مناسبه. و این سنگم میاد جلوش تقریبا، این سنگم میارم میذارم پای این درخت. خب بذارید کوچیکش کنیم اینجا باشه الان مناسبه. خب من یک لحظه برای یک لحظه کوتاه کلا این تصویر رو خب میارم میندازم داخل نرم افزار. چرا؟ خب بهتون میگم چه میام میذارم این بالا، میگم که خب یک لایه اینجا دارم، میخوام به عنوان بک‌گراند از این، نمیخوام دایره باشه، یک مستطیل مانند باشه بهتره. کریت شیپ رو میزنم، همون استایلی که بردم و مجددن میارم. استروک طبیعتا نمیخوام، من فقط فیل میخوام. میگه فیل از کجا رنگ بگیرم؟ میگم آقا فیل من یه جورایی اینجا دو رنگه. خب پس گرادینت استفاده میکنم. اینا رو مثلا چیزایی که الان شاید توی قسمت قدیم قبلتر نگفتم بهتون، مثلا گرادینت استفاده کردن به چه شکله. خب میام میگم آقا بیا این شکل من رو یک حالت گرادینت بهش بده. خب میگه چه رنگی استفاده کنم؟ میگم رنگ اول رو بیا از این تیره تیره استفاده کن، رنگ دوم رو بیا یه مقدار رو به این روشنه ببر. خب حالا اوکیه، من کرییت شیپ رو میزنم. خب بعد میرم روی این حالت، ببینید کرییت شیپ رو که زدم میام روی حالت سلکت شیپ، بعد میام اینو میارم پایین، اینو میارم پایین تر، ببینم رنگ بندی من الان درسته یا نه. میبینید الان رنگ شده، رنگ من بی گرادینت داره. خب توی نرم افزار به خاطر اینی که میره رو حالت انتخابش به شاید نشونش نده، حالا به هر دلیلی که نرم افزار برای خودش حد قانع کنه، این گرادینت رو یک مقدار اینا رو به هم دیگه نزدیک میکنم که رنگا نزدیکتر بشه. خب
الان همینطوری که میبینید یک همچین حسی رو داریم میبینیم داخل تصویرمون. من دیگه میخوام یه کار دیگه کنم که ببینید. نه اول خواستم ماهو بیارم، بعد دیدم توی تصاویری که ما داریم وقتی که این میپره بالا قراره که ماه و این چیزا هم حتی از کنارش رد بشن، پس فعلا از ماه استفاده نمی کنم تا موقع خودش. من این تصویر ببینم، تصویر آخری که اضافه کردم کجا بودش؟ اینه فکر میکنم. ببینم، آره من دیگه تو هم نیاز ندارم. الان تصویر واحد من اینه که اگر نگاش کنم یک همچین حسی رو میده، ولی حالا که دارم خوب نگاش میکنم گرادینته یه جورای برعکس بشه بهتره. الان بالا روشن شده پایین تیره، خب و باعث میشه که این تصاویر من خوب شاید دیده نشن. چیکار میکنم؟ میام روی این حالت، خب گرادینت هم میگیرم دقیقا برعکسش میکنم. مثلا میگم آقا تو بیا پایین، خب تو برو بالا، خب تو بیا پایین. الان ببینیم چه حسی بهمون میده. الان اینم بهتر شد. بله الان اینجاها ببینید درخته اول خوب مشخص نبود. اگه حالا توی ویدیو هستین یکم برگردین عقب اینو میتونید راحت مشاهده کنید. الان چه اتفاقی میفته؟ الان من میام روی کاراکترم، خب و کاراکترم میبینم که الان داره میخواد بپره. میبینید الان میخواد چیکار کنه کاراکتر من؟ میخواد توی این صحنه بپره. خب همین که میپره دیگه حالا دوربین من میخواد قرار زاویه‌اش عوض بشه، خب که اینا رو توی جلسه بعد انجام میدیم، و ابرهان که میان از کنارش رد میشن و یک حس متفاوت رو داخل کار ما ایجاد میکنن. اینم چیدن بک‌گراند بود. چیزایی که بهتون گفتم فقط ببینید، من الان یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم. ما الان یه گیاه اینجا داریم، من نمیدونم این گیاه الان لایه‌اش رو پیدا کنم. من استایل رو خاموش کنم که بتونه دستم بازتر بشه. من این گیاهه، خب ببینید دوستان، مثلا من اگر بخوام این بیفته روی کاراکترم، وقتی میگم لایه ها رو جدا کنید برای این مسئله است. خب کاراکتر من الان میتونه اینجوری زیر اون برگه باشه. خب پس این نکاتیه که به خاطر این که توی طراحیتون به مشکل نخورین دارم بهتون میگم که رعایتش کنید. پس ما هیچ وقت توی کار انیمیشن نمیم یک بک‌گراند رو همینجوری بندازیم. حالا من حتی اون تیکای پشتم باید جدا میکردم، به خاطر اینکه حالا مسئله آموزشی و زیاد سخت نمیگیرم نیومدم کل رو جدا کنم، ولی باید شما دونه به دونه و جز به جز رو جدا کنید. امکان داره کاراکتر شما بیاد پاشو بکوبه زمین، خب که شاید حالا دوست داشتین، اگه دوست داشتین توی کامنت هم الان برام بنویسید. خب کاراکتر شما از بالا بیاد پاشو بکوبه زمین، یه دفعه سنگا پرتشن هوا و یه حس عجیب غریب باحال ایجاد کنه. اینا کارهاییه که میتونیم همه انجام بدیم و این با همون جدا کردن بک‌گراند از همدیگه اتفاق میفته. امیدوارم که از آموزش خوشتون اومده باشه. توی جلسه بعد ابرا و بقیه المان‌ها رو با همدیگه انیمیت میکنیم، دونه دونه بیاد از کنار کاراکترمون رد بشه و میرسیم به ادامه انیمیت. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.